سلام برنامه تحول ما محمد نصیر فیض پدفق هم کارمیز بانی برنامه هستم بحث سرگیری مذاکرات صلح با طالبات تا دو هفته دیگه یک بحث دا داغ در فضای سیاسی حکومت افغانستان است و حکومت افغانستان حد اقل باز های خود را نسبت به حل بحران امنیتی افغانستان و سرگیری مذاکرات با طالبا دوباره رنگ داده اما و هم در فضای سیاسی سیاسی افغانستان جریان های سیاسی و جامعه مدنی نسبت به چگونگی از سرگیری پروسه با طالبا وجود دارد این سال با کدام گروپ از طالبا خواهد شد با گروپ مولا رسول و یا با گروپ رقیب مولا رسول و بس بسیار جدی که هم نگرانی و شک و تردید حکومت افغانستان نسبت به وجود داره و هم فضای عام را تحت شوا قرار داده بس صداقت حکومت پاکستان نسبت به اعمال فشار یا حداقل گزینه‌های تاثیرگذار بر روند صلح افغانستان است. اسلام با واقعاً صلح در افغانستان را محقق خواهد ساخت و تلاش خواهد کرد که حکومت افغانستان با مخالفینش که تحت اثر پاکستان گفته میشه است صلح کنه یا نه آیا حکومت پاکستان واقعا نفوذ با اردو شاخه طالبان داره یا نه یک بحث جدا از او و همچنان نشست چهار جانبه که بین حکومت افغانستان پاکستان و چین و آمریکا در اسلام آباد قبل از برگزاری نشست با طالبا صورت میگیره چقدر میتونه اثر گذار باشه برای صلح افغانستان البته نگرانی چین نسبت به وضع امنیتی افغانستان یک نگرانی قابل توجه است اما قدرت های کلان مثل چین در آسیا الटरनेटیو های جدای از هم دارن که بتونن امنیت ملی خود تامین چقدر بستر امنیتی افغانستان مهراق توجه چین و علاقمندی آمریکا برآوردن سال و بر رفع تنش‌های امنیتی در افغانستان خواهد بود و بحث مهمتر دیگه که میتونه اون یک پرسش واقعی شویی است که حکومت افغانستان تا به حال را چقدر در استراتژی امنیتی جنگ و در درون یک اجماع نظر داره چقدر کارگزارا با هم توافق دارند تا حد حداقل با طالبا با کدام طالبا و با کدام میکانیزم سر صورت بگیره مهمر بحث در بحث شما ما دکتران عادی وزیر پیشین کابینه حکومت حامد کرزای با ما هستن خوش آمدید میگیم جناب دوستی تشکر از نشست چهار جانبه در قدم آغاز میکنیم این نشست که امید های زیاد از حکومت افغانستان است وجود دارم روز ریاست جمهوری هم کرد که با صداقت پاکستان باور داره اما زمان تامین کننده حداقل صداقت پاکستان در قسمت سرخ بود خب قبل از ایجاد صلح طالبان دو هفته بعد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بسم الله الرحمن الرحیم <coughs> مردم افغانستان از نوحیه جنگ برای مدت سالیان برای سالیان دراز بسیار آسیبه آسیب دیدن و به واسه هر وخت کی یک کم امید ش پیدا مشه همې ما احساساتي مشو او امید ما بسیار بلند میره ولې ارزو ما باید قزوات ما را اه اه رنگ نکنه مو چیزی که عقل قبول میکنه و باشه و او را باید ما اه زیادتر اهمیت بدهیم نسبت به که به ارزوهای خود اهمیت بدهیم ارزوی مردم افغانستان واقعا صلح هست و خدا کنه که صلح بیاید و خدا کنه که این کشافات کامیاب شود ولی برداشت خود ما تاوری است که این اعلانی که شد که مجلس چهار جانبه بین افغانستان و پاکستان و امریکا و چین واقع میشه در واقعیت یک کمی یعنی به او اندازه دلچسبی نیست مثل که اعلانی که سه هفته قبل در اسلام آباد شد در اسلام آباد سه هفته قبل از قول بازی معمولین وزارت آآ آآ سفارت افغانستان گفته شده بود که در ظرف ده, ده روز تا دو, دو هفته مذاکرات مستقیم بین طالبان و افغانستان شروع میشه آل اعلان میشه که یک ده روز بعد ممکن مذاکرات قدماتی آن هم با طالبان نه بلکه با دول دیگر صورت بگیره و راجع به چوکات بحث مذاکرات صورت بگیره در واقعیت یه است که ممکن ما برای یک وقت زیاد شاهدی نباشیم که مذاکرات مستقیم صورت بگیره و این ممکن نماینگری باشه که به با اندازه که فکر میشد که پاکستان یک نفوذ بسیار قوی و آنی سر طالبا داره ممکن این فرضیه را یک کم زیر سوال آورده باشه که ممکن اونا اینمی یا ایست که صداقت ندارن و یا ایست که راستی توانمندی را ندارن که طالبا را مستقیما به میز مذاکره بکشن این مذاکرات که برمیگرده با نظارت چین و آمریکا یک مقدار خوشبیناور برای حکومت افغانستان است اما قبل از او شما گفتین که زیاد شما خوشبین نیستین به تلاش پاکستان یا حد اقل اثرگذاری اثر پاکستان نسبت به دو سال حالا چرا پاکستانی ها علاقه مند از هستند که حکومت افغانستان بیان به اون صحبت بکنن و چرا قبل از طالبا پاکستان باز هدف قرار گرفته ام. آیا حکومت افغانستان باورمند است که همه چیز طالبان دست پاکستان است یا فرضیه دیگه هم وجود دارد خب پاکستان هم زیر یک سلسل فشار ها است فشار شده میتن از طرف چین باشه از طرف امریکا است ولی آم اصل موضوع این است آیا امریکا و چین اندازه کافی فشار سر پاکستان میاره که پاکستان راستی به صورت جدی حرکت کنه و سوال دوم ایست آیا پاکستان واقعا میتانه که طالبا را مجبور به بسازه که برن به میز مذاکره باز اکتشافاتی که ای اواخر مشونیدم ممکن دلالت به این کنه که ممکن طالبان یک اندازه با استقلال حاصل کرده باشند به صورت نسبی چندی قبل یک راپوری نشر شد که طالبان به صورت مستقل از داخل افغانستان در حدود 400 تا 500 میلیون دلار اینا عواید دارند بر چند وقت است که میگن ایران با پاکستان کمک می ایران با طالبان کمک میکنه برای اینکه مقابله با داعش کنه اگر ایران با طالبان کمک میکنه نفوذ پاکستان کم میشه و چند دو سه روز قبل اعلان شد که رهبری طالبا با رهبری روسیه دیده بود و از چندین وقت است که میگه روسیه برای مقابله با داعش با باز مقامات, مقامات خب نگویم با باز زورمندای افغانستان کسایی که زور نظامی دارن با وا تماس گرفتن که مقابله داعش را کرده باشن خب یک تیوری نسبتا پیچیده توتعه قسمت موجود است به اساس اگر ما این را فرض کنیم و این فرض دور از امکان نیست آل ام چیزش احتمالش قوی شده که روسیه هم ممکن طالب کمک کنه روسیه ممکن طالب به اون نظر سابق نبینه ایران هم ممکن طالب به نظر سابق نبینه و با مرش کمک کنه و طالب یک منبع داخلی عوایدم داشته باشه این عرصه حکم نفوذ پاکستان کمتر می بر سر طالب البته در بین طالبان دو گروپ اصلی لاقل یکی گروپ اختر محمد منصور است و یکی هم گروپ ملا محمد رسول است گروپ اختر محمد منصور قرار بود که هم ام عمده ترین گروپ باشه قرار بود که اینا با امرای پاکستان روابط خوب داشته باشه پیش از مای جولای پیش از اعلان مرگ ملا عمر قرار بود که اختر محمد منصور رابطه بسیار نزدیک با پاکستان داشته باشه و اصلا اختر محمد منصور بود که برای اون مردم اجازه داده بود که برند در موری بامرای رای هیئت افغانستان گپ بزنن اما اگر اختر محمد منصور آل قوی شده باشه و امکانات به با پیششان باشه اونا اگر مقاومت کنن گروپ مولا رسول به او اندازه قوی نیست نه از لحاظ زور نظامی و نه از لحاظ زور مالی اونا ممکن با اسانی زیر نفوذ بیاین زیر نفوذ پاکستان زیر نفوذ حکومت افغانستان ممکن کدام مقام دیگه باشه احتمالی است که پاکستان بتانه گروپ ملا رسوله با امرای حکومت پاک افغانستان بنشانه و ممکن به اکثر سلطه توافقات برسه و اما جنگ با طالبان با گروپ عمده طالبان ممکن دوام کنه خب البته این کلش احتمالات است و این احتمالات ما به خاطر ذکر میکنیم که اول من نمیفهمم که با نزدیک کافی فشار از طرف امریکا سر پاکستان است یا نه سابق نبودن اونا تشویق میکردن پاکستان حالا نشانه ها به چی است چین و امریکا چه علاقه خود بودن من تا مطمئن نیستم که اونا به اون اندازه علاقه من بوده باشن که راستی پاکستان زیر فشار بسیار قوی بگیره که این کار باید می بکنن اما بالفرض اگه می کارم کنن اگر او انکشافات دیگر ما در نظر بگیریم ممکن طالبان بتانه که مقاومت کنه الا که صلح اگر در در مذاکرات صلح بعضی خواسته های طالبان هم یعنی مورد نظر گرفته شده مورد نظر گرفته شده. اونا در مذاکراتی که چند قبل در در قطر بود اونا سه شرط عمده ماندن شرط اولشانی بود که تجدید نظر نسبتا جدی بر قانون اساسی خب اونا حقوق زنا و را قبول کردن اما تجدید نظر بر قانون اساسی به هر حال میخواستن موادی که مورد تجدید نظر اونا یا اونا میخواستن رو تجدید نظر کنن او رو مشخص نساختن ماده دومی بود که یک تقسیم اوقات برای برای خروج قوای خارجی شوه مشخص شود و ماده سومی بود که اونا میخواستن که تشکیل یک حکومت موقت جز پروگرام صلح باشه خب این مذاکرات قرار بود پیش بره حکومت افغانستان هم فکر میکنم که یعنی یک تردید بسیار شدید نداشت به ارتباط ولی موضوع مخالفت در بین خود طالبا که بعد از اعلان جنگ ملا عمر صورت گرفت همه این مذاکرات به اصطلاح از جاده بیرون کرد اما آله من میشنوم که ملا منصور باز امادم است و می که اون مصاحبتا ها پس سر بگیره و یک اندازه که او قسم صحبت های غیر مستقیم به جای صحبت های مستقیمی که پاکستان می اونها اونا او را به نظر دارن حکومت افغانستان به خاطر تامین صلح از تمام ابزارهای دیپلماسی استفاده کرد جزی دیگر رای هم برای حکومت افغانستان وجود نداشت تلاش های غیقنی به چین با شانکای به عربستان سعودی پاکستان هند مم. همش به این بود که ایک راه وسطی بر سول افغانستان بیرون شود حالا برمیگردیم به اجماع درونی سیاست گذاری حکومت افغانستان که در قلم و پایه های اساسی سیاست خارجی هم تشکیل بدن چقدر این حکومت از دید شما آماده است که در مراحل بعدی وارد گفتگوهای مستقیم با سال با طالبان شود در عرصه سول و همین شرایطی که شما مطرح کردین یک شرایط بسیار ثقیل هست برای برخی از گروه های درون حکومت افغانستان چقدر میتونه که وفق پیدا بکنه اهداف پایه ها با سول و چقدر میتون تناقض ایجاد تا زمانی که طالبان خواستهایشان مشخص نشوه در اون صورت بسیار مشکل است ما بگوییم که حکومت افغانستان چقدر آمادگی خواد نشان داد مثلا اگر یک تجدید نظر بر بعض مواد قانونی اساسی باشه ام د په صورت ممکن یو ترنيس کې قانون ما خود ما بفهم قانوني اساسي باز خلله هاي درنه خب واقع مشكل نيست اما اگر اساسات عمده قانوني اساسي زیر سوال بيايه مثلا حاکميت حق حاکميت مردم زیر سوال بيايه مثلا حقوق زن زیر سوال بيايه مثلا حقوق اساسي شهروندازي زیر سوال بيايه مثلا آه ازادي فعاليتي سياسي زیر سوال بيايه په دغه صورت ما فکر نه ميګورم چې حکومت افغانستان ياي حکومت يا کومه پاتې ديګي به که با موافقه کنه از امون خاطر بود که در صحبت های در مذاکرات قطر از طالبا خواسته شد که شما مشخص خص بسازین کدام مواد شما میخواین که تغییر و تبدیل کنین در قسمتی که آیا در داخل کشور یک اجماع هست به ارتباط یعنی بازم بسیار مربوط به این میشه که بالاخره ما حکومت افغانستان از حکومت افغانستان کدام امتیازات خواسته میشه و به مقابلش شنا کدام امتیازات قائل میشه من فکر میکنم که اگر اصول اساسی قانون اساسی حفظ شوه من فکر می یک اجماع به میان آمده می با وجودی که بعضی گروه ها شدیداً مخالف هستن بعضی از رهبرا حتی بسیار به یک لحجه بسیار جدی صحبت کردن نسبتا خشن هم صحبت کردن ولی ما فکر میکنم اگر شرایطی که طالبا پیش کنن و او شرایط شرایط بسیار بی انصاف و غیر معقول و چیزا نباشه ما فکر میکنم که یک اجماع آمده میدانه ممکن یک اندازه پیش از هم باشه برای حکومت که به صورت خیالی خود آماده بسازه برای یک سلسله امتیازاتی که به طرف مقابل بده اما لاقل پیش خود باید باز چیزها را در نظر داشته باشه که کدام چیزاست که از او باید نگذرن و کدام چیز هست که باید میدان قابل چیز باشه نظر خود مکمه چندین بار البته به صورت مثال یکی میبن. از مذاکره کننده روند صلح با طالبا که در نشست مریم حضور داشت گفته که با که صلح میکنن صلح میکنن با کسایی که صلح نمیکنن آماده صلح نیستن و اونها جنگ خواهد کرد اون فکر میکنین که رفتن و تمرکز سر یک شاخه طالبا و فرار یا انحراف یک شاخه طالبای دیگه که میتونه چالش ایجاد کنه به حکومت افغانستان یک راه قطعی برای صلح افغانستان است یا او هم یک روند بسیار طولانی را در دربر خواهد گرفت تا شاخه دیگر هم به خب اگر این شاخه ای, ای که میخواهد صلح کنه و شرایطشان غیر معقول نباشه خب خوب است ولی که اگه 20 درصد تنه طالبان را مینا تشکیل بده 20 درصد هم خوب است که با با امر حکومت بیاید اگر این 20 فیصد امتیازات بسیار قوی را از حکومت بخواهد و در مقابلش صلح کامل هم حتی نیمه هم نمی باز در صورت خوب نیست که این ای امتیازات برای اونا داده شود به اساس بسیار مشکل است حکومت از لحاظ پرنسیب باید پیش خود بعضی اصول مشخص بسازد. من پیشتر گفتم اصل حاکمیت مردم ایره باید, باید ما به هیچ کس نگذاریم یک با... یکی از, یک که آقای غنی قبل از اینکه با حکومت را پیدا بکنه و جمهور شود در بحث صلح بسیار روشن گفت که صلح در تاریکی شب نمیشه ما برای رسیدن به صلح در روز تلاش خواهد کردیم و همه چیز ما شفاف و قابل بازگویی بر مردم با افغانستان خواهد بود حالا فکر میکنین که شاخص های تعیین شده صلح از جانب حکومت افغانستان یک چیز شفاف است یا تردیدای نسبت به وجود دارد؟ چیزای گنگ خب صد در صد شفاف هم نیست بسیار گنگ هم نیست به ارتباط استراتژی که حکومت افغانستان حکومت دکتر سبغنی پیش برده بود خب یک استراتژی همطور بسیار با جرأت بود که اینا پیش بردن ولی من فکر می کنیم که فرضی های استراتژی فعلا غلط برآمده منا مثال اینا میخواستن فکر میکردن که پاکستان نقش حاکمه در آوردن صلح داره و به اساس انتباه طوری بود که اینا عذر بودن صلح از رای پاکستان و برای که صلح از رای بیایه انا با <تصفح> با پاکستان بیاید اینا حاضر که امتیازات قوی را هم به پاکستان بدهد به این ارتباط من فکر نمی که دکتر سبغنی یک بحث مفصل حتی با دوستای نزدیک خود داشته باشند او وقت ما با امرای دکتر سبغنی نسبتا نزدیک بودیم بحثی تو صورت نگرفته بود گرچه من خودم طرفدار یعنی یک کم قبول کردن خطارات هم در راه صلح بودم ولی اونا ام استراتژی خود بسیار خوب توضیح نکرده بود اما از محتوا آدم میفهمه که اونا صلح از رای پاکستان میخواستن با خاطر که به این عقیده بودن که پاکستان صد در صد ای توان داره که در افغانستان صلح بیایه آلو فرضیه غلط ثابت شده پاکستان یا نمیخواه ام و اگر از اینکه نمیخواد صادق نیست او به اصطلاح اندازه عدم پختگی او خود او طرف افغانستان در این ای مذاکرات نشان میده که بازی خوردن در این ای بازی و اگر ای که نه پاکستان صادق است اما زورش نمیرسه پس بازم تحلیل تیم یا خود شخص دکتر صاحب غنی بارا ای باره غلب بود ای که نظر اونا فعلا چی از اتر یک نظر واضحی ندارن خب امریکا را تشویق میکنن که باید بحث به با ارتباط موجود باشه و چند وقت پیش خود دکتر صبغانی حتی گفت که من نمیخواستم پاکستان برم ولی امریکای بسیار اصرار کردن به او اساس رفتم یعنی یک, یک, یک اطمینانی که سابق داشتن اتور یک اطمینان ندارن خب چون دیگر راه هم ندارن به او اساسی را به پیش میبرن من فکر میکنم برای حکومت افغانستان چی دکتر صبغانی باشه چی کسی دیگه باشه دائم باید با برای دفاع از کشور آماده باشند اگر طرف مقابل آغوش صلح را باز کرد ما باید با آغوش باز اونا را استقبال کنیم در غیر از او ما فکر می که سیاست رو در زمان کرزه سیبام کار نداد و آل نتقای کامل به این که یا امریکا یا پاکستان این می را برای ما میاره ما فکر می که مردم ما مردم ما به تدریج شکاک میشن و ممکن یک وقت بیایی که واقعا تحلیل نام هم درست باشن و زمین هم مساعد باشن و بازم ذهنیت عامه او را باور نکنه یکی از هم سنفی های شما آقای دکتر انگین داد فرسپند تا مشاور امنیت در حکومت آقای کرزی اونا در گفتگو با ما گفتن که آمریکایی ها علاقه مند اعمال نفوذ پاکستان در سیاست خارجی حکومت افغانستان بودن و چندین باری که هم مطرح کرد مخصوصا در دلی. تامین رابطه خارجی با هند جناب اگر از دید روانشناختی حکومت فیلی را بررسی بکنیم چقدر سیاست اعمال سیاست اقلانی آقای غنی منحصر به فرد یا منحصر به خودش به گونه اقتدارگراانه است یا حداقل یک دیدگاه اقلانی جمعی نسبت به سول افغانستان خب مشکل است آدم تبصره کنه برداشت ما خود مایی که دکتر سبغنی فکر میکنه که ضرورت نداره با کدام کسی دیگه موضوع را بحث کنه خودش همه چیز از هر کس کده بهتر میدانه و به اساس ما باورم نمی که دمی طرح استراتیژی با کس مشوره کرده باشه خودش فکر کرده که هر چیز روشن می‌بینند و مورای حل است و به اساس پیش رفتن به ارتباط چیزی که سپانتاسب گفت یعنی ما در این منطقه هند دائم یک دوست قوی افغانستان بوده و ما باید هم قمار نزنیم که هند از دست بتیم و مقابلش چیزی دیگرم به دست آورده نتانیم در این قسمت ما فکر می کنیم که اقداماتی که به قسمت شده یک مدیریتش ضعیف بوده و من فکر می کنم خوشباورانه بوده و امید است که حکومت جدید از این تجربه یاد گرفته باشه و یک کم حرکت یکی از ضعف که بیشتر در کاربرد سیاست اقتدارگرانه یا منحصر به فرد در سیاست خارجی مخصوصا به وجود میاد در کشورهای مختلف جان سوم اشتباه های هدفگیری سیاست مدار یا کارگزار است که بیشتر تا دید اقلانی بیشتر غایقات عاطفی و احساساتی برخورد میکنه یا گایقات سوی برداشت هم نسبت به مو هدف تعیین شده به وجود میاد حالا اگر بررسی بکنیم امیر روند یک ساله صلح ای یا تلاش های آقای غنی به گونه فردی و با قسمت کلکتیفی داد چقدر ما رفتیم به مسیر واقعی صلح افغانستان و تا چند اندازه منحرف شدیم ما فکر میکنیم ما هیچ پیشرفتی نکردیم اگر پیشرفت میکردیم بسیار کم دیپینین ما تا می پیش از اینکه دکتر سبغنی با پاریس بره و با اسلام آباد بره ما دمو جنگ اینا جنگ اعلان نشده بود ما جنگ سرد اعلان شده بین افغانستان و پاکستان داشتیم و جنگ سرد اعلان شده خود دکتر سبغنی اشتراک داشت اونا هم الفاظ خارج از چوکات دیپلماسی به مقابل پاکستان استفاده میکردن و پاکستان گرچه صدر اعظم و و وزیر خارجه یا مشاور امنیت ملی خب مشاور امنیت ملی یک دو بار جملات استفاده کرد که ما فکر میکنم و مناسب نبود برای دیپلماسی ما فکر نمیکنم ما پیشرفتی کرده باشیم امید است که در اشتباهات کجا کدام اشتباهات بوده اشتباهات ما فکر می کنم که اینا بسیار زیاد عدم صداقت پاکستان هیچ در نظر نگرفتند فرضیه شان غلط بود که پاکستان صد در صد نفوذ داره که امریکا کار کرده میدن و یک فرضیه غلط غلطی داشت که دکتر زبغانی فکر می کنه که هر امتیازی را که خواسته باشه با پاکستان با مردم افغانستان با اونش قبول میکنه او امتیازات را که اگر در وقتای اول اگر دکتر سبغنی کامیاب می و امتیاز میداد و ممکن اکس عمل پیدا نمیشد اما آلی که عکس که به مقابل او موافقت امنیتی به میان آمد و رفتن اینها به جنرال هیدکورتر مرکز عسکری پاکستان ایجاد کرد روان کردن پرسنل نظامی و امنیتی افغانستان و پاکستان اکس عمل بسیار شدید در افغانستان داشت اگر پیش کسی متوجه نبود حالا اینا نمیدانند. ای کارا کنن خب ما باورم نمی که دکتر سبگانی موافقه کرده باشه که راجع به دیورن کدام اقدام کنن ولی اگر آل بخوایم کسی نمیگذاره پس چی امتیاز میخواست خب ما فکر میکنیم زیادتر به ارتباط ای بود که روابط ما با امرای هندوستان ضعیفتر تر می باشه ولی امور یک تعداد زیاد مردم افغانستان است که دو چیز اول هندوستان با ما دوستی کرده با ما کمک زیاد کرده و ما باید قدر ناپاس نباشیم که او را از دست بدیم با وجودی که ما همه خواهیم ولی ما نمیخوایم به یک حالتی بریم که ما در زمان امیر حبیب الله خان و امیر عبدالرحمن خان داشتیم با ایمانایی ای که او وقت هند برطانوی ویتو داشت بر سیاست خارجی ما حالا ما یک کشور دیگر اجازه بتیم که روابط خوب ما را با یک کشور دیگر ویتو کنه این به هیچ صورت قابل قبول نیست و اگر اینا موافقه هم کنه هیچ کس با قبول نمیکنه نه پارلمان با... قبول میکنه نه نه قبول میکنه و نا... نه ایده و ممکن یکی از دلایلی که پاکستان کمی عقب نشینی هم کرده باشه نه فکر میکنم اونا درک میکنن که حکومت دکتر غنی نمیدانه که که چیزی را که اگر وعده کنه او را اه اه یعنی تاویل کرده نمیتونه به او اساس ما مطمئن نیستم که حکومت پاکستان یک قدر علاقه باشه یک چیزی که دیروز حکومت پاکستان اعلان کرد که بسیار در چسب بود نطاق حکمت، وزارت خارجه پاکستان گفت،, گفت ما موضوعات بسیار اساسی به افغانستان داریم و میخوایم خواهیم ده دهی مسائل موضوعات اساسی یعنی چی؟ فعلا خود ما به این عقیده هستیم تو ما را کمک که ما به صلح با امرای با طالبان برسیم موضوعات پاکستان چی است با ما به اساس این مکان داره بعضی هم چیزهایی باشه که پاکستان ممکن امیدی را داشت که امتیازات را بگیرن اگر دکتر سبغنی دو وقت ممکن تو فکر میکرد که خب به خاطر صلح ای ارزش داره که من همطور یک امتیاز بدم خوش نیستم ولی اینم امتیاز میتم ولی آله چون سیاست در افغانستان نسبتا باز است خصوصا میدیا ما بسیار باز است و ژورنالیست ما بسیار صحبت میکنن آزادی صاحی آزادی تصمیم گیری حکومت هم محدود است چیزی که برای عوام قابل قبول نباشه او را باز حکومت نمیتونه که این یک ای 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 حالت دیکتاتوری نیست که هر چیزی که حکومت خواست با هم قسم شوه دیگه به اساس یک کم محدودیت در ساحه تصمیم گیری نامی باشه شما با فکر میکنین که <coughs> کابل در اعمال سیاست خارجی خود نسبت به پاکستان و منطقه همسو با فکر پاکستان هنوز است متمایل با سیا... امتیاز دی پاکستان است هنوز هم چراغای افغانستان است به پاکستان سبز است یا حفظ دوستی با هند و حرکت تو انباهی تیاد با پاکستان من فکر می کنم یک انداز محتاطر شدن من فکر می کنم که حدث می زنم که ممکن دکتر غنی اگر معامله صورت بگیره بین افغانستان و پاکستان ممکن همی خطر قبول کنه که یک عکس عمل شدید از طرف مردم بشه و بازم ممکن به خاطر صلح یک خطر قبول کنه ولی فعلا متر معلوم میشه که زیاتر چیز محتاط است و دیگه که فعلا با اخیری چندان استراتژی هم ندارن در شروع حکومت استراتژی داشت بسیار مطمئن بود که استراتژی نو است و استراتژیش کامیاب است و اصل موضوع را اینا در حالی که او ناکام شده استراتژی نوی وجود نداره و به اساس تبنده در حالت محتاطانه حرکت میکنه اگر بیایم بیایم ما روی کار مال سیاست در بین کشورها با اونون یک عرف که رایج در نظر بگیریم دو بحث بر افغانستان اهمیت داره بحث اقتصاد و رفاه که بیشتر کاربرد کارت های اقتصادی سیاست اقتصادی آقای غنی را میتونه تبارز بده و بحث امنیت که اولویت مردم افغانستان است حالا بحث اقتصاد در تلاش همگرایی منطقه در ایجاد ثبات امنیتی و امنیت اقتصادی افغانستان گری خورده و بس امنیت هم بیشتر گری میخوره به پاکستان کلیده که در دست پاکستان نسبت به امنیت صلح هست آقای غنی کدام روی کرد برش اقلانی تر خواهد بود که بر اولویت مردم در قسمت امنیت برسه یا رفای اقتصادی؟ من فکر در شروع حکومت اونا امنیت اهمیت زیادتر دادن و فکر میکردن که اگر صلح نبیه ممکن فعالیت اقتصادی ما به جای نرسه و یک منطق داره به بحثش یک منطق داره ولی بدبختانه تا اندازه بدنام شد دو سیاست و چیزی به دست نامد و اقتصادم بهتر نشد حالا ای تلاش هایی که در قسمت همگرای اقتصادی از جانب غنی صورت گرفته فکر میکنید که به نوال رفته یا حداقل در دراز مدت میتونه نتیجه بده برای افغانستان خب با کدام با کدام ابتکار مشخص راجع به همگرایی منطقوی نشده این پروژه کلش پروژه های سابق است مثلا تعبیر پروژه سابق است وقتی که یعنی در زمان از این از زمان استاد ربانی بی, پروژه است خب پروژه کاسا یک هزار وقتی که ما وزیر مالیه بودیم ما پولی را دادیم به صورت طبیعی و اقتصاد افغانستان و پاکستان به یکی دیگه بسیار ارتباط داره ما از پاکستان سالانه در حدود سه میلیارد دلار مواد وارد میکنیم کلانترین بازار ما برای صادرات ما پاکستان است ای پیش از داکتر سیغانیان بوده، و بعد از این به اون منطقی نزدیکی جغرافیایی ما و و, و که ما تولید میکنیم اونا با او آشناستن و چیزی که اونا تولید میکنیم ما با او از از قرار است اینطور کدام اه اه کدام ابتکاری نو نامده ما عضو سارک شدیم در زمان کرزی سیب تقریبا 2005 بود 2006، ما شش موازیات گرفتیم ما گرفتیم ایکو ی کور در زمان حتی <تصفح> استاد ربانی گرفته بودیم مرحوم استاد ربانی گرفته بودیم اتور کدام ابتکار نو نیست پالیسی شان محتوا نداره اما کلش پی آر است پبلک ریلیشنز یا, یا،, یا،, یا تبلیغات است مثلا موضوع چیز از راه لاجورد است راه لاجورد خود پیشون بود اما بسیار قیمت راست یعنی ما کراچی را به خاطر درجی میدیم کراچی قرا... ارزانترین راست برای ما بعد از او بندر عباس و چابهار است ام um, رای لاجورد از رای ازرباېجان از او ګرجستان او یا ام, یعنی از مجبوریت ما وره میګرفتیم وقته کې پاکستان لوجيستیکی ما لاریایی که مواد برای اردوی امریکا می آوردن زیر حمله قرار گرفت باز اونا رای شمال رای لاجورد رای شمال میگه او را انتخاب کردن تقریبا دونیم چند مصارفش بیشتر بود اما بعضی اوقات اینا میگیرن او را فقط از لحاظ تبلیغات اورا یک چیز میسازن خب اکثر مردم خبر نداره که چی وقت شروع شد و چی وقت نشد یا مثلا راجع به خط آهن ما گپ میزنیم خط آهن ترکمنستان به اقینه از چندین سال است که در جریان است در زمان کرزی صاحب تصمیم گرفته شد که حکومت افغانستان از اقینه به قندوز به شیرخان بندر بیاره خط آهن امتداد بده و این پولش هم بانک آسیایی میداد ایران تصمیم گرفته بود که تا هرات خط آهن بیاره از بندار تیر شد از خاف تیر شد و باز ما گفتیم ما پول نداریم اگر شما پول خود این جور میکنین جور کنین ما اونمور در جمله کمک ها برای ما بگیریم اینطور کدام ابتکار نوی منطقوی نیست تپی پیشتر گفتم زیاد کنار یگان وقتی تو دی دی مطبوعات بیا نشان میدن که تپی ناجی اقتصاد افغانستان خواد بوده تپی تو چیزی شده نمیدونه تپی م... خب گای میگن 300 از اوایل گای میگه 400 است و وام معلوم نیست که قرضی که اگه وقتی ما 5 فیصد ملکیتی رو داشته باشیم و خود 10 میلیارد دلار الفکر میگن با وجود حکومت افغانستان یک روی کرده پوپولستی در سیاست با مردم بازی میکنه؟ هم نه یک, یک تبلیغاتی که اصلا محتواش, محتواش، خب حکومت, حکومت تا اندازه بسیار زیاد ناکام است حکومت دستاورد خوب نداره نه ند اقتصاد داره نه در امنیت داره نه در صلح داره, داره، حکومت داری بسیار ناکام است و مجبور از تبلیغات کار میگیره حالا فریبا از هانامه از طریق تبلیغات بازم شما چقدر میتونم انحرافات بعدی و چالش برانگیز بر حکومت افغانستان ایجاد خوب اینا از ما با ما زندگی میکنن اینال میگه ما در ماه حمل پروژه های نو اقتصادی رو پیش میکنیم خدا میدانه که پروژه نو اقتصادی اینا چی هستن خب لاقل یک سه ما باز کسب میکنن یک و نیم سال خب به می قسم تیر کردن ما قدر مطمئن نیستم که اینا راستی و پروژه و پروگرام های خوبی داشته باشه ولی مجبور است که ام... یعنی ببینین امی خود کمپاین ها عوام فریبانه بود وعده هاش کاملا عوان فریبانه بود آل حکومتم تقریبا به امو سطح رسیده و من خوش هستم که مردم امیار هر روز به اسلام میکوبن که چرا این چیز وعده کردی و نتانیستی که او را بجا کنی ببینیم که یک شش ماه بعد کدام از این گپا بجا میشه ولی ما اینجا های بسیار قوی اقتصادی کار داریم که اونا این موضوعات را تعقیب کنند و اونا برشون که خب کدام چیزی نیست که کدام کاری نیست ولی متاسفانه کار نمیشه دیگه بو اساس تبلیغات عوام فریبانه برای حکومت بسیار زیاد میشه حالا اگر بر بگردیم به نشست چهار جامعه که قرار است در اسلام آباد در قبال سول افغانستان ایجاد شده یک روی کارت دوگانه هم از سیاست وزارت خارجه پاکستان آمریکا و نظامی های آمریکا در قبال امنیت سول افغانستان داره مکن اوزای سال 2016 را در صورت عدم دسترسی حکومت افغانستان به ابزارهای صلح و به ابزارهای رفع چالش های موجود آشوب دهنده و بسیار خطرناک عنوان کرد همچنان دیپلماسی یاد متحده آمریکا در تلاش ایجاد صلح یک راه کرده در نشست چهار جانبه است کدام یکی برای آمریکا اولویت خواهد داشت تداوم وضعیت جنگ و نواختن زنگ های خطر برای افغانستان در 2016 یا فشارهایی که برای صلح حداقل میتون تامین کننده باشه خب یعنی ما فکر میکنم اگر طالبا به یک صلح عادلانه آشنا شون حکومت افغانستان ضرورت به فشار نداره ما به به هستم که حکومت ما صلح عادلانه را قبول میکنن و خیر مقدم میگن و چیز نخواد بود <سؤال> و حکومت پاک امریکا هم متاسفانه یک سیاست که خالی از تضاده منطقی باشه با نداره ببینین می چند سال گذشته چقدر غلطی ها کردن یعنی ببینین ناکامی امریکا را در منطقه در عراق اونمو خروج اج، اجولانه ای امریکا بود که هستی چی بدبختی هایی در منطقه شد خب به این قسم در افغانستان هم اینا اجولانه از اینجا میخواستن قوای خود بکشن متاسفانه که حکومت قبلی افغانستان هم در این قسمت یک کمک نکرد و اونا هم یارا تشویق میکردن که هر چیز زودتر از اینجا براین بدون که امیر برای مردم نشان بده که همین حکومت میتانه امی دولت نگاه کنه امی مملکت نگاه کنه امنیت مردم بگیرن خب ها حرکت نشد به یکی ارتباط ولی این حکومت اگر اینی مت توقع داشتم که امریکا مسئولانه تر حرکت میکرد آقای میکین هم وقتم مخالفت خود با خروج قوای عسکری به زودی نشان داده بود ولی اوباما در او وقت میخواست که زود اعلان کنه دو جنگی که بش شروع کرده مور ختم کردم و مناجی امریکاستم پیامبر صلح هستم و غیره و غیره آل درک میکنه که چی اشتباهات در مرتکب شده و نمیخواد تاریخ تاریخ امریکا سرش قضاوت کنه که یک رئیس جمهوری بود که ضعیف بود در قسمت امنیت قضاوت غلط کرد با او اساس آله میخواه که پس مبارزه را و جنگ به مقابل تروریسم شروع کنه ولا اگر این می فشار دیگر مردم سرش نمی بود ممکن اونا میماندن افغانستانم افغانستان به هر طرفی که میرفت و اصلا که خود پس جمع میکن خب انسان ها یاد میگیرن من فکر می که اوباما هم از این تجارب یاد گرفته و به اساس یعنی اوباما و حکومت امریکا من فکر می راستی که افغانستان یک یعنی به یک انارشی تبدیل نشوه که اگر به این با انارشی تبدیل شود بالاخره تروریسم ایجا تقویه میشه ولی تا کدام از آذر است که برای امی هدف خود از چی چیز کار بگیره اما معلوم نیست یک هدف میخواد یک چیز اما وقتی که قیمتش میبینه متردد میشه به این اساس صحبت های اونا زد و نقیز هستن گاهی به حکومت افغانستان اختارامی صحبت میکنه اگه این کار شما نکنین در شش ماه ما چونین خواد کردیم ولی از طرف دیگه باز عواقبش قبول کرده نمیتونه که در افغانستان یک اناشی بیایه امید ماست ما که حکومت امریکا هم یک حکمت یک سیاست محقوله به پیش بره خالی هستن آقوزات راستی هم ترجیحات خود خوب بدانه اگر ضرورت فشار بر پاکستان باشه که ضرورت فشار بر پاکستان است باید فشار به اوجا وارد شود اگر ضرورت فشار بر حکومت افغانستان باشه باید فشار ایجا وارد شود و به اساس واقعا اساس تا به طرف صلح پیش رفت بسیار تشکر ضرورت فشار یا ضرورت فشار بر پاکستان به عنوان یک کشوری که حداقل دستباز آوردن صلح افغانستان داره از کدام مجرا حکمت افغانستان تا کدام حد توانمندی مال بر پاکستان داره و آمریکا به عنوان یک همسوی استراتژیک با پاکستان در قسمت صلح افغانستان چی گونه متمایل حرکت بکنه آیا آمریکایی ها واقعا میخواین پاکستان افشار بده یا پاکستان محور تامین منافع آمریکا در منطقه است یک گروهی کارت متناقض در اینجا بحث بسیار جدی هم که در قسمت صلح به وجود آید ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلام کرد که ما به سیاست پاکستان نسبت به با سال باورمند هستیم اما زمان تایمین کننده صداقت پاکستان در قسمت سال افغانستان خواهد بود این همزمان با فشارهای درونی اپوزیسیون و یا حداقل جریانهای سیاسی در حکومت افغانستان شکل میگیره که گفته میشه پاکستان در زمان زمستان تلاش میکنه که وقت را در مذاکرات نظر بده و سال بعد یک سال بسیار چالش برانگیز از لازمیت بر حکومت افغانستان خواهد بود یک وقفه کوتاه میگیریم زود در میگردیم و بحث بحث کنیم سلام جدد برنامه تحول ما محمد سیر فیض بدفقم کنم میزبانی برنامه هستم بحث ما در مورد خوشبینی هایی که ناشی از نشست چهار جانبه بین حکومت افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین قرار است اسلام آباد در ارتباط به صلح افغانستان رنگ بگیره متمرکز شده و نقطه های مثبت و منفی که حداقل امیدوار کننده است و چالش برانگیز است می‌خوایم برای بررسی بکنیم بس هایی که تا به حال را از روی کارت های سیاست گذارای افغانستان در بود داخلی بیشتر متناقض و تقریبا شکننده و پراشو بوده و ای آشوب و شکنندگی تا بالاتر است که مسیری را که مردم افغانستان با توجه به تعهدات رهبرای حکومت وحدت ملی متمایل بودن یا منتظرش بودن به انحراف کشیده شد در بحث سیاست خارجی هم یک مقدار عدم ماهنگی و گای اوقات حتی تناقض و تضاد در بین دیدگاه رهبرهای حکومت وحدت ملی یک مقدار باورمندی پختگی اعمال سیاست خارجی حکمت وحدت ملی را در قسمت رسیدن به اهداف تعیین شده کمرنگ ساخته و این نشست هم اما وگرهای را نسبت به آمادگی حکومت افغانستان در قسمت صلح و در قسمت استراتژی امنیتی و چگونگی مذاکره با طالبان در بین جریان های سیاسی و معافل مدنی به وجود آورده حالا چیزی که قبلا طالبا مطرح کرده بود در قسمت سول افغانستان یک شعار بسیار جدی و تقریبا جذاب بر مردم افغانستان داشت که حکومت که خاطر تقسیم قدرت در بین خودشان نتوانند توافق بکنند چیگونه با کتله بزرگ در حال جنگ خاطرانستان توافق بکنند یک پرسش بسیار جدی است تا کدام میزان حکومت وحدت ملی در درون یک استراتژی مذاکره و حد اقل یک استراتژی صلح با طالبان را داره و عدم استراتژی یا عدم یک روی کرده مشترک بین های سیاسی حکومت افغانستان چقدر میتونه چالش‌های بعدی را در مراحل بعدی اگر فرض بکنیم که نشست توافقات هم داشته باشه ایجاد بکنه اگر نشست چهار جانبه حد اقل اون مقدمات صلح را در مذاکراتی که با طالبان قرار است ایجاد شوه به وجود بیاره شعاری که قبلا طالبان نسبت به حکومت افغانستان داده بود که حکومتی که در بین خود نتوانن تقسیم قدرت بکنن و اختلاف داشته باشن چی گونه خاطرنوسن یک استراتژی کلان را در امال سر با مخالفین در حال جنگ بوجود برن حالا اگر مقدمات به پیروزی بره چالش های بعدی در عدم استراتژی جنگ و صلح در افغانستان چی هست؟ چی؟ کدام شاکایی را میتونه بعد اینجا خب ما فکر میکنیم استدلال طالبا اگر چنین استدلال کنن استدلال خوبی نیست که اونا تست کنن امتحان کنن که آیا حکومتی کار کرده میتونه یا نمیتونه مشکل کلانی که ما در حکومت میبینیم است که اعتماد نیست در حتی ما بعد چیزا شنیدیم که در سفر آخری که در اسلام آباد بود دباز از مجالس سی جانبه بین چین و افغانستان و پاکستان حکمت کرزی اشتراک کرد ولی گفتن که صلاح الدین ربانی دو نبود یعنی آم عدم اعتماد در اینجا نشان میده من فکر نمیکنم که از لحاظ استراتژی و از لحاظ هدف آقای غنی نتانه که با امرای عبدالله به یک موافقه برسه ولی نه به شفافیت مطرح نمی موضوعات آه خوب مذاکرات هم به یک سر حد نرسیده کی به عمق موضوعات مطرح شوه کی کدام امتیاز بده مو مسجد تیر شوی مو مسجد تیر نشوی ما طالبات طالب از نشودن کی به صورت مستقیم با عمرشان صحبت کنن آه ولی بعض مامور میګم کی ما فکر میکنم مردم افغانستان همه سال همه خواهند و حاضر هستند که یعنی عادلانه را قبول کنند ولی اگر طالبا یعنی مد... خواستایشان عادلانه نباشه حتما ممکن اول دکتر زبانی قبول نکنه و اگر او را قبول میکنند دیگر را قبول نکنند بس دیگه هم فراتر از است اتهامی که نسبت به طالبا زده میشه ها هستند که بیشتر در چهره طالبان منافع خود را جستجو جو خواهد کردند باز رقابت دو کشور منطقه هند و پاکستان در این قسمت وجود دارد حالا اگر مثال رو بدیم به خاطر از که می بس درست روشن شود در بس عربستان و سعودی و یمن ما شاید یک تنش لفظی و تناقض سیاست بین آقای غنی و آقای محقق بودیم در رکن حکومت افغانستان یک توافق نظر نداشتند حالا در درون حکومت افغانستان هم مهره های متمایل و همسو با پاکستان و مهرم های متمایل و همسو به هندستان هست و هر کدامشان تلاش خود کردن که به تحت اثر و نفوذشان منافع اون را تمثیل بکنن این تناقضات چقدر میتونه حداقل یک چالش کلان را در ارتباط با سوال خب در قسمت یمن را یک کم روشنایی میندازم اوج اصلا منافع عربستان و منافع ایران مطرح بود ناقص افغانی زیادتر به منافع عربستان اهمیت میده و دکتر استاد محقق زیادتر به منافع ایران اهمیت میده در قسمت طالبا منافع خود ما مطرح است و به او اساس است که یکم کم فرق داره با هم بازم هم میگم که اگر روابط ما با با هند قربان روابط ما با روابط خوب ما با پاکستان شوه در بسیار مخالفت با حکومت پیدا میشه و مخالفت بجا پیدا میشه به خاطر که ما نمیخوایم که روابط خود با هند از دست بدیم برای ای که روابط خوب با پاکستان داشته باشیم ولی موضوع فرمول صلح تا که از طرف طالبا ما یک چیزی نشنویم که پیشنهادشان برای صلح چی است مشکل است که در در به صورت اجمالی ما بگوییم که آیا یک اجماعی در داخل به میان آمده میتونه یا ای نمیتونه در داخل حکومت اختلافات به ارتباط است یا نیست در داخل حکومت فعلا اختلافات شدید سریع است که حکومت در پال در پالیسی خارجی خود شفاف نیست در واقع حکومت در اکثر مسائل خود شفاف نیست داکتر دکتر سبغنی یک گروپ بسیار خرد داره ممکن با مقدر مش... مشوره نکنه اگر بکنم در دمی قسمت ممکن با یک یا با یک یا دو نفر یگانداز صحبت خواهد کرد و اونا هم بسیار با ترس نظر خود برشان خواهد گفت و این یک خرابی چیز است تصمیم است مردم میترسن که نظرات خدا برای دکتر سبغنی ابراز بداره و یک خدا, خدا, نکنه یک روز یک فاجعه کلان در در, 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 این مملکت میاره حالا اگر بستر از تقریبا 13 ساله حکومت شما از آقای کرزی را در رسیدن به ارزیابی بکنیم یک بستر تقریبا کامیاب نبود ما برای بعد از سال نرساند تناقضات شم شما شما مطرح کردین که هم در استراتژی امنیتی وجود داشت هم در ارتباط با صلح افغانستان حالا یک سال از حکومت وحدت ملی میگذره فکر میکنین که ما با پایان راه در ارتباط با آمدن سال با توجه به تغییر شرایط منطقه نزدیک شدیم یا راه بسیار طولانی است البته آخرین پرسش شما است میخوایم یک جنبندگی کنیم من فکر می که راه طولانی تر میشه در شروع حکومت دکتر غنی من فکر می که ما نزدیک به سال میشیم ولی این قصه روسیه را که میبینم اختلافات داخل طالبان را که میبینم و هر کس خوش داره که مستقل باشه اگر وقت طالب کاملا زیر سلطه پاکستان هم بود ما مطمئن که در وقت هم یا خوش بودن که اگر مستقل باشن این تغییرات اخیری که در این منطقه آمده خصوصا با ظهور داعش ما فکر میکنم برای طالب یک, یک را میان آورده که طالب میتونه کم آزادانه فعالیت کنه و بدبختانه این مانا ای, ای میده که این جنگ دوام کنه و رای صلح ممکن طویلتر شوه که باعث بدبختی ما مردم میشه افغانستان میشه ولی ما فکر میکنیم که ما فکر نمیکنیم که ظرف یک دو سه ماه آینده ما ما صلح شویم بسیار زیاد تشکر جناب آقای و بسیار زیاد تشکر از شما بیننده عزیز که تا این بحث ما دنبال کردید به امید ازی که حداقل راههایی برای صلح افغانستان که آرزوی بسیار دیرینه مردم افغانستان است پیدا شود تا برنامه بعد خدا